سلام دوستان عزیزم، با یه برنامه دیگه در خدمتتونم. به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوام یه ترچین خوشمزه براتون درست کنم که مامانم خدا بیامرز هر وقت ما سرما میخوردیم بلافاصله این ترچین درست میکرد، ترچین گوشت یا ماهیچه یا مرغ با یک کدوم از اینا درست میکردش. من امروز تصمیم گرفتم با ماهیچه براتون درست کنم. تا سرما می‌خوردیم اینو درست می‌کرد برای اون، گفت بخورین که خوب شید زودتر. حالا دلیلش بهتون میگم برای چی. برای تهیه این ترچین خوشمزه که برای 4 الی 5 نفر کافیه، دو تا ماهیچه لازم داریم که باید بذاریم آب پز بشه. اینجا من یه مقدار زنجبیل و رزماری، چند تا حب سیر، چوب دارچین و یک عدد پیاز و زردچوبه و نمک کافیه برای آبپز کردن این ماهیچه. و برای این موادو میریزم داخلش. زنجبیل باعث میشه که گوشتمون لطیف بشه و دارچین و رزماری هم باعث میشه که خیلی طعم خوشمزه گوشتمون بگیره و همینطور سیر. حالا میریم که این غذای خوشمزه رو تهیه کنیم. خب در ابتدا ماهیچه‌ها رو که قشنگ شستم میندازیم داخل قابلمه. یادتون باشه وقتی که گوشت رو تفت نمیدین یک کفی میکنه، اون کف رو حتما اولش بگیریم. پیاز رو فقط به همین حالت یه قاچ بدین بندازین داخلش، نمیخواد خوردش کنین چون بعدا میخواییم از آب ماهیچه‌مون هم استفاده کنیم. زنجبیل رو پوست بکنین، زنجبیلمون هم خرد میکنیم داخل گوشتمون. گفتم این باعث میشه خیلی گوشتمون لطیف تر بشه. همیشه سعی کنین تو گوشتای قرمز که اینجوری میخواین ساده بپزین حتما زنجبیل بریزین. سیرامون هم همینجوری میریزیم، چوب دارچین و رزماری، آبو میریزیم داخلش. گفتم حتما کف وقتی که جوش اومد حتما کف گوشت رو بگیرین. یه مقدار زردچوبه میره که بپزه. وقتی که پختش کاملا نمک رو بهش اضافه میکنیم. خب از دیگه دلم گوشتمون رو گذاشتیم که بپزه. حدود 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت طول میکشه که ماهیچه ها پخته بشه. بعد از اینکه جوش اومد گفتم کفش رو قشنگ بگیرین و با حرارت متوسط بذارین بپزه. اگر زود پزم دارین که چه بهتر. بعد از اینکه گوشتمون پخت میریم سراغ برنج و موادی که میخواییم داخلش اضافه کنیم. خب همونجور که میبینین حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت گذشته، ماهیچه‌مون کاملا پخته شده. ببینید به این شکل. حالا نمکش رو اضافه میکنیم و زیرش رو خاموش میکنیم چون باید گوشت رو از استخون جدا کنیم. خب عزیزای دلم، حالا میریم سراغ برنجمون. تا گوشتمون خنک‌شه و از استخون جدا کنیم، برنجمون هم آبکش میکنیم که آماده باشه تا ترتیب کار رو خدمتون بگم. خب برنجمون هم گذاشتیم با یه مقدار آب چون میخواییم آبکشش کنیم و نمک. حدود 8 تا 10 دقیقه کافیه. بعد بریم سراغ بقیه کارا. خب برای ته برنجمون به یه دونه سیب زمینی 2 عدد پیاز نیاز داریم، زعفرون، دارچین، فلفل سیاه و نمک و یه مقدار روغن. خدمتتون عرض کنم که شما میتونین البته از زیره سیاه هم استفاده کنین در این غذا که خیلی طعمش رو خوشمزه میکنه، ولی من چون الان نداشتم ترجیح دادم که فلفل سیاه و دارچین استفاده کنم. حالا سیب زمینی رو که پوست کندیم به صورت حلقه حلقه برای ته قابلمه آماده میکنیم.
خب حالا پیازا رو باید حلقه حلقه بکنیم. سعی کنین حلقه هاشو خیلی نازک کنین. حالا یکی از دلایلی که مادر خدا بیامرزم میگفت این غذا برای سرماخوردگی خوبه، هم ماهیچه بود که میگفت قوت داره، همین هم که این پیازا میگفت کمک میکنه که سرماخوردگیتون زودتر خوب بشه. خب گوشت آوردیم بیرون، ببینید چقدر قشنگ پخته. از استخون جداش کنین چون میخواد بره لای برنج. استخونشو میتونین داخل آب نگه دارین چون معمولا بچه ها دوست دارن استخون بخورن. من خودم تو بچگی واقعا عاشق این بودم که استخونو تمیز کنم. به این شکل خیلی هم آبی. بعد آب گوشتم صاف میکنیم که تمام چیزایی که داخلش ریختیم داخل آب نباشه، چون اونا رو فقط برای طعمش میخواستیم، و استخونا رو بندازیم توش که بعدن بخوریم. خب عزیزای دلم، برنجمون آماده شد، آب کشش کردیم. حالا میریم که این تعچین خوشمزه رو یکی یکی موادش رو بچینیم. سعی کنین یه قابلمه که تش بزرگه انتخاب کنین که روغن سیب زمینی که میذارین تش رو با پیازی که میریزین کاملا پخته بشه. سیب زمینی ها رو میچینیم. به این تحچین تحچین گرمساری هم میگن البته، و همونجوری که خدمتون گفتم میتونین با مرغ هم تهیه کنین، اینو با گوشت گردن هم تهیه کنین و با ماهیچه. نمکش رو بپاشیم چون سیب زمینی نمک زیادی میبره. خب یه مقدار زعفرون، زعفرونش هم میپاشیم. حالا نوبت پیازاست. پیازا رو به این شکل از هم جدا کنین، بچینین تای قابلمتون. من البته اینجا پیاز دوتا گرفتم چون خودم خیلی دوست دارم طعمشو، ولی شما میتونین یه دونه بگیرین. البته این وقتی که پخته میشه اینقدر نرم میشه که یعنی اصلا نشون نمیده که دوتا پیازه. نگران هم از پیازامون. حالا میریم که گوشتو بریزیم روش. به قدر گوشتمون لطیف و خوش مزه شده ها، سعی کنین حتما ماهیچه رو اینجوری درست کنین. ماهیچه رو هیچ وقت سرخ نکنین. گوشتو که ریختیم یه مقدار دارچین، فلفل سیاه، یه ذره هم زعفرون بریزیم. حالا برنج رو میریزیم روش، میره برای دم. خب عزیزای دلم، برنجم ریختیم کامل روش. حالا به جای اون ادویه هایی که گفتم دارچین و فلفل سیاه، خدمتتون عرض کردم میتونین از زیره سیاه هم استفاده کنین به جای اونم. زعفرون یه مقدار روش میریزیم. و میره که نیم ساعت دم بکشه. خب اول زیر گاز رو یه مقدار زیاد کنین که بخارش بیاد بالا. یه دو سه دقیقه کافیه. بعد کمش کنین بذارین دم بکشه. در این فاصله که تا اون دم بکشه من آب گوشت رو میرم صاف میکنم که مخلفاتش در بیاد،
که کنار غذامون بذاریم و میز رو آماده کنم برای نهار خوشمزمون. خب عزیزای دلم، غذامون آماده سرو شده. البته این تاچین گرمسازی رو به چند مدل مختلف هم درست میکنن. این روش مادر من بود، خدا بیامرز. خدا ایشالله همه مادرای اسیر خاک رو بیامرزه و همه مادرانی که در قید حیاتن سلامت باشن همیشه. خب میریم که این غذا رو مزه کنیم. البته بهتون بگم اون موقع که مامانم اینو درست میکرد، اون بچه‌ای که مریض بود نباید سیب زمینیشو بخورد، باید پیازشو بیشتر میخورد که زودتر خوب شه. بسیار عالی و خوشمزه شده. آب گوشتم اینجا گذاشتم که آب ماهیچه رو هر کی دوست داره بریزه رو غذاش میل کنه. جاتون واقعا خالیه. گفتم خدمتون این ترچین مدل های مختلف داره، حتی با مرغ هم میشه درستش کرد. حتما در آینده نزدیک اونا هم بهتون خواهم گفت که گوجه فرنگی بعضی میریزن، بعضی رو به انار استفاده میکنن. بسیار ترچین خوشمزه و لذیذیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. متشکرم از دوستان عزیزی که کامنت میذارن، لایک میکنن. دوستانی که تازه وارد کانال آدم و حقو شدن سابسکرایب فراموش نشه. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.